بسم الله الرحمن الرحیم. من عباس اخبرس هستم، رشته تخصصیم نوروفیزیولوژی و در حال حاضر بیشتر در بخش علوم اعصاب کار میکنم. خب همونطور که مستعزید، رشته علوم اعصاب یه رشته بسیار گسترده است در سراسر کشور. کشور ایران هم تو این زمینه کارهای فراوانی داره انجام میشه. اصولاً علوم اعصاب شامل تمام رشته های مربوط به گرایش اعصاب، چه در زمینه بیسیک و چه در زمینه علوم بالینی، از جمله جراحی مغز اعصاب، روانشناسی، روانپزشکی، علوم تربیتی وابسته به علوم اعصاب و همچنین علوم اعصاب پایه میتونه باشه. برابر این یه طیف وسیع از محققین کشور توی این حوزه فعالیت می‌کنند و اخیراً در دو سال گذشته یک ستادی رو در ریاست جمهوری به تصویب رسوندن که این ستاد در واقع مهمترین کارش توسعه علوم اعصاب شناختی در کشور هست. همونطور که مستحضرید، جناب آقای دکتر سید کمال خرازی ریاست این ستاد رو به عهده دارن و تو مجموعه این ستاد سعی بر این شده که افراد بتونن روابط بین‌المللی و روابط داخلی در حوزه علوم اعصاب رو گسترش بدن. در همین راستا تقریبا از یک سال و نیم گذشته در واقع یک هیئتی به کشور برزیل اعزام شد و به دنبال این اعزام کارهای فراوانی در حوزه علوم اعصاب با کشور برزیل رقم خورد. تا به حال سه هیئت رسمی که در واقع اولین اون به ریاست خود جناب آقای خرازی بود به کشور برزیل اعزام شدند تا در حوزه علوم اعصاب یک شناسایی اولیه از مراکز تحقیقاتی کشور برزیل داشته باشن و در جلسات بعدی و در واقع هیئت‌های بعدی به دنبال پیدا کردن نقاط مثبت برای این کلابوریشن و همکاری بین‌المللی وجود داشت. بنده تقریبا از یک سال پیش مدیریت این بخش رو به عهده گرفتم و در واقع مسئولیت میز همکاری ایران برزیل در ستاد علوم شناختی رو به عهده گرفتم و در همین راستا اخیرا ما یک سفری رو به کشور برزیل داشتیم و از شهرهای مختلف ریو دو ژانیرو، ناتال، ساو پائولو و برزیلیا در واقع دیدار کردیم. مرکز تحقیقاتیش رو در واقع بررسی کردیم. با دانشمندان مختلف در این حوزه که در کشور برزیل مشغول به کار هستند بحث و گفتگوهای فراوانی داشتیم و خوشبختانه این بحث خود منجر به دو قرارداد همکاری با دو تا صندوق حمایتی بسیار در واقع مهم در کشور برزیل شد. این دو صندوق، یکیش صندوق حمایت از پژوهشگران کل کشور برزیل هست به نام CNPQ و دیگری صندوق پژوهشگران و حمایت از دانشمندان ساو پائولو به نام فپسپ هست که ما تونستیم در این همکاری هایی که در واقع قرارداد همکاری که نوشته شده تونستیم یک همکاری 5 ساله رو به امضا برسونیم و در واقع کار رو استارت بزنیم. امیدواریم که به زودی محققین ما از کشورهای از کشور ایران و برزیل بتونن با همدیگه کارهای مشترک رو شروع بکنن. واقعیت کار اینه که ما میخواییم سعی کنیم که وارد در واقع جامعه جهانی بشیم. همونطور که میدونید متأسفانه تحریم هایی که بر ضد کشور ایران به طور ناجوانمردانه در واقع گذاشته شده بود باعث شد که ما در زمینه تحقیقات بسیاری از فرصت‌های مناسب رو از دست بدیم و به لحاظ در واقع روابط بین‌الملل بسیاری از محققین ما علی‌رغم شایستگی فراوان این روابط رو نداشته باشن. لذا یکی از مأموریت‌های ستاد این شد که بتونه این روابط رو گسترش بده و خوشبختانه
با این قراردادها این روابط احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد و ما میتونیم همکاری های خوبی با کشور برزیل و با معاقین این کشور داشته باشیم که در نهایت منجر به تحقیقات بسیار گسترده و پیشرفت در حوزه علوم اعصاب بشه.